دادگاهی در پاکستان حکم بازداشت عمران خان نخست وزیر سابق این کشور را برای 8 روز دیگه تمدید کرد. او متهم به فروش غیرقانونی هدایای دولتی در دوران نخست وزیری شد. پس از بازداشت عمران خان، حزب تحریک انصاف، حزب عمران خان خواستار حضور حامیانش در خیابان ها شده. به گزارش رسانه های محلی پاکستان، در اعتراض های این کشور تا کنون دست کم 8 نفر جون خودشون را از دست دادن. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با مصطفی مدثر، پژوهشگر روابط بین الملل. آقای مدثر، چطور میبینین تحولات پاکستان رو؟ دستگیری نخست وزیر سابق و اعتراض هایی که به نظر نمیرسه تا عمران خان در بازداشت ساکت بشه. سلام بر شما و بر بیننده های عزیزتان. من میخوام یک گذشته موضوع را کمی بررسی بکنم. سیاست در پاکستان متاسفانه بسیار سخت و پرهزینه است. پیش از آقای عمران خان هم هر نخست وزیر دیگه که به قدرت بوده، اول که هیچ نخست وزیر 4 سالی که زمان معین است سفری نکرده، یعنی حداقل 75 سال گذشته تا هنوز نخست وزیر نامده که 4 سال گذرانده باشد. و پیشتر از این نخست وزیر ها معمولا 2-3 تا حالت دارن، یا ترور میشن یا به زندان میرن یا حتما دوسیه می داشته باشن، که آقای عمران خان مستثنا از هیچ کدامش نیست. اما 2 تا تفاوت اینجا وجود دارد. اول که قبل از آقای عمران خان 2 حزب سنتی معمولا روی کار بودند، که حزب مسلم لیگ به رهبری آقای شریف بود و حزب مردم پاکستان به رهبری خانم بوتو و آقای بوتو. هواخواه اینها معمولا هواخواه نسبتا مدنی بودند و کمتر به خشونت باور بودند. اما آقای عمران خان معمولا از ایالات های سرحدی هستند که معمولا با افغانستان و با پاکستان سرحد دارند و دیگر یک بخشی از توده پاکستان است که سرخورده هستند و به شدت به خشونت باور دارند. حداقل 2 روز گذشته ما شاهد ازی بودیم که بخشهایی از نهادهای ارتش، نهادهای دولتی را با آتش کشانیده شدن و این بستگی به 2-3 دلیل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی داره که 4 سال گذشته پاکستان تجربه کرده. سپاسگزارم از شما مصطفی مدثر، پژوهشگر روابط بین‌الملل.